سطحی دانش در مکتب های میانه تاجیکستان با سرعت کاهش یافته ایستاده است. فنی نو مکتبی دولت داری امام علی رحمان. نتیجه از روی این سوال سطحی دانشی طلبگان مکتب های میانه تاجیک در حالت فلاکت آور قرار دارد. در این خصوص دیرکتور مرکز ملی تستی جمهوری خورشید اکرامی خبر داد. معلوم شد که تیرماه سال 2016 در مکتب های تحصیلاتی میانه عمومی تاجیکستان بین طلبگان صنف 11 تست های سنجشی گذرانده شده است. با طلبگان همچون وظیفه نوشتن انشا با زبان تاجیکی عاید موضوع تاریخی یا اینکه مدنیتی سپریده شد. در آزمایش 28 مکتب های تحصیلاتی عمومی شهر دوشنبه، وحدت، رویدکی و حصار اشتراک کردند. بهاگذاری نوشتجات ها از مضمونی کار، شماره خطاهای استیلیستی، استفاده علامت های کتابتی و املایی دیده برآمده شد. همگی 36 نفر برای انیخ کردن سطح دانش، با جدول نهایتی سنجش 24 بال تعیین کرده شد. در آخر آزمایش انیرگشت که از 912 اشتراکچیان 720 نفر از نقطه میانه جدول سنجش گذشته نتوانستند. همگی 3 نفر در سنجش بال های نهایی گرفتند. یعنی یکی 24 و دو نفر دیگری آنها 23 بالی را تشکیل کرد. یا عموماً خول نگرفتند. خلاصه این است که اکثریت اشتراکچیان آزمایش با 8-9 از جدول نهایتی سنجش بال گرفتند. سطح دانشی فرزندان ما، داوطلبان ما خیلی پایان است. علاوه بر این، تشکیل کنندگانی چنین معرکه گفتند که این نشاندادهای سطح دانش در تاریخ معارف تاجیکستان از همه پسترین به حساب می رود. از امسال اعتباراً کارمندان دولتی و دیپلمات های شروع کننده آموزش فنی نو مکتب دولت داری امام علی رحمان را شروع خواهند کرد. عالمان تاجیک لایحه درآوردن نوآوری به سیستم معارف را به اتمام رساندند و برای تصدیق شدن به اکادمی علوم های تاجیکستان روانه کردند. در این خصوص سنه 8 فوریه در همصحبت با رادیوی آزادی ректори донишкадаи идорӣ дар назди президенти тоҷикистон ҳомидхон нуриддинов хабар дод. Нуриддинов ташаббуси худро шарҳ дода мегӯяд, ки президент Раҳмон тӯли 10 солаҳо бо маҳорат идоракунии давлатро нишон дод. Аз ин рӯ ҳамаи кормандони давлатӣ аз корҳои президент ибрати мусбӣ бояд гирифт. اوموزشی کنستوتسیا پورا برنامه تعلیمی بوارد کرده می شود. باید قید کرد که سال 2016 کارمندان دولتی که به رژیم امروزه تابع می باشند برای نایل شدن به سزاواری رحمان به یک چند دانشگاه ها فنی نوی تحصیلی امام علی رحمان معماری دولت داری نوی تاجیکان درآورده شد. مشاهدان قید کرده می گویند که رژیم سکولیاریستی رحمان آهسته آهسته به زوال رفته ایستاده است. کارمندانی دولتی باشند تماماً درباری شدند. زیرا اگر بهانه یابند در حال برای خوشنود کردن پادشاه شروع خواهند کرد. اگر غیر قانونی به سری قدرت آمدن این ظالم با قانونهای ایجاد شده که به اسلام زید می باشد حکمرانی کردن اروپا اینابت نگیریم، با نگاهی خالصانه می بینیم که نتیجه های حکمرانی رژیم کنونی از اینها عبارتند. طول 10 ساله ها در سری قدرت مستحکم جا شدن رحمان و حکمرانیش را اداره کنی با موفقیت گفتن از حقیقت دور می باشد. امروز مردم تاجیکستان با زیاد گشتن معماهای بسا مهم اذیت می کشند که در ساحه های گوناگونی حیات روزمره فعالیت دولت وابسته می باشد. از معیار برآمدیم. مثلا در 180 دهه های کشور مطلق خط قوه برق وجود ندارد. به بیش از 40% اهالی آب نوشاکی دسترس نیست. 22% اهالی کشور به سطح زندگی میانه درآورده شده است. حالانکه اکثریت مردم با قشاقی عمر به سر میبرند. طبق معلومات های تشکیلات های بین المللی تاجیکستان یکی از قشاق‌ترین دولت در منطقه به حساب می رود. اما با سوالی کیست بهترین نمونه در سیاست و اداره کنی دولت که مردمی تاجیکستان به او نیاز دارد،
در اینجا سخنان نویسنده انگلیسی عصر 20 برنارد شاو را یاد آوردن ممکن می باشد که گفته است اگر به انسان مانند محمد صلی الله علیه و سلم اداره تمام جهان واگذاشته می شد به فکر معماهای انسانیت را حل می کرد که سبب سعادتمندی و آسودگی این دنیا است که امروز دنیا از این خالی است. من او را آموختم، انسانی عجایب، او را همچون انسانی نجات دهنده تمام بشریت گفتن ممکن است. مردمی تاجیکستان به امامانی درباری اعتمادش را قطعیان گم کرده است. سخنگوی پارلمانی تاجیکستان به دیپلماتی افغانستان مصلحت داد. سختگیری نوبتی نسبت مهاجرانی از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا.